من تمام شعر بهار رو ترجمه کردم به عربی، بهش دادم، نشسته یه سناریو ساخت، گفت من یه ویدیو میخوام واسهت بزنم که یه ذره فرق داشته باشه با ویدیوهای اون موقع ایرانی، که خدا رو شکر جواب داد آهنگه. و ممنونم از مردم که واقعا اون موقع، چون من ویدیو نداشتم، خیلی مطرح نبودم، ولی خیلی ساپورتم کردن، خیلی واسم انرژی مثبت، واسم اصلا وقتی برنامه میرفتم انرژی که بهم میدادن مثبت. اتفاق افتاد که من برم کار جقش مثلا کار مثلا حرفای تو رو بزنم. این یکی از کارهای شاخصه. آره خب خواستم بگم بعد از اون اینقدر خوب بود که من انرژی مردم توی برنامه‌ای که می‌رفتم می‌دیدم انرژی مثبتی که دارن نسبت به این آهنگه، رفتم آهنگ مثلا رو ساختم. بسیار زیبا، اون واقعا پر انرژی بود. من فکر می‌کنم یکی از، یعنی من خودم اون کارو خیلی دوست دارم. بعد کم انرژی آهنگ معذرت می‌خوام بود. نه خب اونم در نوع خودش یک انرژی خاص داره. کاری کرد که همه خانم‌های آهنگو وقتی که گیر میکنن دوست دارن آقایون بخونن و بگن ما معذرت میخوایم. آهنگ مثلا حرفای تو یعنی ترانه ای بود، ضمن این چه زیبا بود، افتاده بود توی دهنه همه، هر چیز عادی رو ربطش میدادن به این. انتخابای مهشاد عزیز خیلی خوبه، اومده برای شادی دل ما، اومده که هنرش رو با روح ما آمیخته کنه و این کارو کرده. ایام عید باید واقعا جدی میگم اینو، باید همیشه شاد باشیم. دوست دارم و آرزو دارم که مردم همیشه سلامت باشن، ایرانیای عزیز، همه خودمون که دور هم نشستیم فکر کنیم که مثلا مردم ما رو نمیبینن، ولی ما از توی تصویرامون، از توی کارهایی که انجام میده واسه مردم، مطمئنن مردمن که خوب فکر میکنن و مردمن که ما رو بالا اگه بخوان موفق کنن، مردم موفق میکنن اگه بخوان ما رو. واقعا بد که نیستن ایرانی ها، بعد واسه مردم دعا کنیم توی ایام عید همیشه سلامت باشن، همیشه خوب باشن و بهترین رو براشون آرزو کنیم. پس شاد باشید با آهنگ بهاره یا مثلا حرفای تو، هر کدوم شما انتخاب کنید. مثلا حرفای تو بریم با بهاره. بهاره قدیمی تره، بهاره رو همه باش بالا پایین میپرن، مثلا رو باش اینجوری میرقصن، یه ذره فرق میکنه. بالا پایین بپرید با آهنگ بهاره، ما یه نفسی بگیریم و برگرد. من که از روی پیرهن تو مستم، باور وقتی
بهار دلم آروم نداره و واقعا دلمون آروم نداره بر خود بهار. مهرشاد جان، سال 2014 و 1393 ایرانی، چی میخوای عیدی بدی به مردم؟ جدید چی داری واسمون؟ همه چیزم توی این تو مایه معذرت میخوام که نیست که همه چیزم توی نه شاده خب. ولی 6 و 8 نیست شاده 6 و 8 نیست ولی فکر کنم تو همین دو سه روز آینده پخش وای کی واقعا عیدی بود همون روزه که همه جا پخشه شما هم فکر کنم یکی دو ساعت زودتر پخش کنم موزیک خالی یا با ویدیو؟ با ویدیو ببین کارش درسته مهرشاد کارش درسته یعنی پکیج رو کامل میده کسی رو بی نصیب نمیذاره این وسط و اومده واقعا هنرمندی کنه بعضی از هنرمندا میگیم بعضی خب اسکو نیوردیم همه هنرمندن همه نه همشون هم خوبن نمیخوایم بدی بگیم اصلا همه هنرمندان خوبن قشری که اینا رو میاد درک میکنه تعدادشون کمه بعضیاشون یعنی فرق میکنه من بعضی از خواننده ها رو دیدم مثل خودت نمیتونم بگم 100% ولی 95% دوست دارن یعنی چیزی نیست که مثلا چیز سخت باشه همیشه ما ایرانی ها کارهای شاد و دوست داشتیم دقیقاً نه ایرانی ها کل مردم با چیزای شاد توی دوست دارن که شاد باشن هپی باشن حالا کسایی هم هستن که چون سلیقه است موسیقی کسایی هستن با آهنگ شاد مثلا خیلی دوست ندارن خون عید هم نمیگیرن کاری به عید ندارم اونا نشستن یه گوشه پس همه چیزم توی چون عزیزم توی به ادیت ما میرسه انشالله و قولش بدیم یا ندیم من 90% قولم 100% رو بهتون میدم ما قول میگیریم انشالله که آماده بشه بالاخره مهرشاد هم دست خودش نیست باید ادیت بشه کار انجام بشه ما حتما این کار رو انجام خواهیم داد شما آهنگای محلیتون که میخونی من قبل از اینکه بخوام الان یه چیزا توضیح بدم من خودم بچه بندر عباسم من بندریم الان بسیار عالی چون بندر آبادان داریم بوشهر داریم ولی من بندر عباسی هستم بندر اینم به زبون مادری خودمه که اجرا کردم چون خیلی از طرفداران به میگفتن چرا با آهنگ زبون محلی خودمون نمیخونی من مجبور شدم برای اولین بار اصلا توی تاریخ ایران همچین زبونی رو ویدیو بسازم این که میگی جلنگ جلنگ صدای پاس اینو رادیو شما میذاره خیلی زیباست شاید خیلی ها با این زبون آشنا نباشن ولی لذت میبرن پروداکشن های مهرشاد خیلی زیباست یعنی خوب کار شما لطفه خودت نظارت میکنی من آهنگامو خودم میسازم من چون خودم ساز میزنم خودش میسازه خودش هم کارش انجام میده آره ولی تنظیمامو حالا بعد دونه دونه آهنگا رو میگم که چه کسایی باشون کار کردم شاعرم کیه تنظیم کننده هم کیه هم. همه رو در آخر خواهم گفت این جلنگ جلنگ کلیپ داره آره